با درود خدمت دوستان گرامی، من فرهاد کاشانی هستم و این ویدیو راجع به نام خلیج فارس هست و مربوط هست به اون ویدیوهای قبلی که گفتم اسم ایران رو عوض کردیم از پرشیا به ایران. این هم یکی از پیامداش مسئله پرشنگار. در اواخر دهه 80 میلادی ما در انجمن متخصصین ایرانی دعوت کردیم از دکتر جلال متینی، آخرین رئیس دانشگاه پهلوی که دانشگاه مشهد در زمان شاه که هنوز در قید حیات اصلا در سن 90 چند سالگی، دعوت کردیم بیان برای ما سخنرانی بکنه. در این سخنرانی ایشون بود که مسئله پرشیا در مقابل ایران رو برای ما بولدش کرد، به قول معروف ما تازه فهمیدیم داستان چیه، و ایشون گفتش که سعی کنید که همیشه وقتی راجع به خارجی حرف میزنید میخواید راجع به زبونتون حرف بزنید بگید زبون ما پرژنه، نگید زبون ما فارسیه. این فارسی 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 گفتن کم کم اینقدر جا میفته که یامه که همیانه افتاده که دیگه همه دنیا میخواد خودشیرینی هم که بکنن میگن ای زبون شما فارسیه و ما قبول میکنیم که زبون فارسیه. و این برای این داستانی که پرژیا دیگه ما مربوط نخواهد شد، یعنی این زبون فارسی که ما باید پرژن گفته میشد کم کم فراموش میشه، اسم کشورمون که فراموش شده دیگه، پرشیا نیست، ایرانه. زبونمون هم که دیگه پرشین نباشه و فارسی باشه، یه چیز مجهولی به نام فارسی در خارجی مد میشه، در ایران که خب فرق نمیکنه، کشور ایران همیشه اسمش ایران بوده، زبون ما فارسی بوده، هنوزم همون، ولی از زیر خارجی ها دیگه کم کم پرشیا محو میشه. تنها چیزی که از ما مونده از اون پرشیا اون پرشین گالفشه که اونم هی عربا سیخ میزنن و هی میخوان عوضش کنن و ما هم اصرار داریم که نه مال ماه، بعد مثلا یه ما مال شماست به چه حسابی، اسم کشورتون که پرشیا نیست دیگه، پرشین گالف یعنی چی، مال کجای ایرانه پرشیا؟ الان اصلا فکر کنید یه کشور خارجی فکر میکنم میتونه راحت تقاضا بده بگه ما میخواییم اسم کشورمون رو عوض کنیم، مثلا از تاجیکستان بذاریم پرشیا یا از افغانستان بگوییم پرشیا، دلیلی هم لازم نیست بدن، حتی امریکا میتونه کار بکنه، آقا یه اسم موجودی هست ما میخواییم اسم استفاده کنیم و این اسم الان صواب نداره و من از فکر میکنم که خیلی راحت بتونه هر کشوری اسمش رو عوض بکنه و اسم پرشیا رو خودش بذاره که در اون صورت دیگه پرشین گالف هم میشه در وصف مال خودمون کشور. اینه که این جایی که میایم اسم رو عوض میکنیم باید یادمون باشه که این وقتی عوض میکنی بالاخره برای پیامد داره، کمپانی مرسدس بنز بیاد بگه من نمیخوام دیگه مرسدس بنز باشم، من میخوام سایپا باشم، بعد چند سال دیگه حق و حقوقش هم به اسم مرسدس دست میده، حالا یه شرکت دیگه بیاد بگه من میخوام مرسدس بنز باشم نمیتونه بگه من خودم نمیخوام مرسدس باشم ولی تو هم اجازه نداری باشی، آقا تو که نیستی دیگه به تو چه مربوطه، ما وقتی پرشیا نیستیم دیگه ما رفتی نداره که پرشیا میتونه هر کشوری باشه. اینه که این رو هم باید در نظر داشته باشیم که ما با از دست دادن اسم پرشیا و گذاشتن اسم ایران خودمون رو در واقع یه ذره چیز کردیم که از این اسم پرشیا در واقع گذشتیم که ما اینو نمیخوایمش. یه چیز دیگه هم این چند روزه چند وقته چند تا ایمیل دیدم که به چند تا دوستان ناوارد من آقا میدونید که ای پی که روی هواپیماهای ایران نوشته میشه چیه، این یعنی امپایر اف پرشیا و دولت جمهوری اسلامی خودشو کشته که نوبت کنه نتونسته. اولا که اصلا هم چیزی وجود نداره که نتونید دعوت کنید، شما هر چیزی رو میتونید دعوت کنید، میتونید بگید من دیگه ای پی نمیخوام باشم، میخوام ای پی باشم، اگه در دسترس باشه به شما میره. بنابراین الکی داستان نسازی که آقا مثلا جمهوری اسلامی رفته بگیره به زور ولی بهش ندادن، بعد هم اسم گفتن امپایر آف پهلوی، به پهلوی هم ربطی نداره، این خیلی دیگه چیز باشه، امپایر آف پرشیا اسمیست که ایران شناخته میشده قبلا. حالا چرا ای پی، چرا دو حرفی؟ وقتی که اسما رو تقسیم کردن 28 حرف انگلیسی وجود داره، امریکا اینو برداشت خودش اون که اولی بود، فرانسه اف رو برداشت، آلمان دی رو برداشت، همینطور ایران اون موقع خیلی داخل چیز نبود که بهش اسم یه حرفی رو بدن، نوبت ایران دو حرفی شد
و خب طبعا هم ایران دیده که خب بهترین چیز چیه اون موقع زمان این زمان قاجار بود این اتفاقات اختراع هواپیما بود نمیدونم هواپیما بعد شماره شناسایی داشته باشن رو دومشون که نشون بده مال کدوم کشور بنابراین احتمالا ایران ای پی رو میذاره که هم دو حرفی باشه هم امپایر آف پرشیا و این هم کماکان هست حالا اینقدر برین ویدیوی مزخرف درست بکنید که آقا فهمید جمهوری اسلامی نتونسته عوض کنه یاد جمهوری اسلامی بندازین یه دفعه میگه اه حالا که اینطوری ما عوض کنیم بذاریم آی نمیم آر اسلامیک ریپابلیک آف فلان بنابراین عوض کردن اینجور چیزا کار عجیب و غریبی نیست یه چیزی نیست کود مال کشور شماست الان دیگه کودای دو حرفی اینا تموم شده خیلی کشورها سه تا عدد یا یه حرف و چند تا عدد اینه که فقط در تا جایی که مشخص باشه که این مال شماست هواپیمای شما رو دیدن بخوام که این آبان مال کشور ایرانه مال جای دیگه نیست و خوشبختانه هنوز ای پی برقراره ولی دوستان اگه خوشمزه بازی بکنن هی برن دنبالش بگن آی اینا نتونستن عوض کنن میبینید که راحت میشه این عوض کرد چیز عجیب و غریبی نیست فقط لازمش نگرد که عوض میکنین تمام هواپیماهاتون رو باید رنگش عوض کنین رنگ که نه اون حروفی که رو دومش نوشته میشه که مثلا ای پی بی ای ام اسم هواپیما که ماش پرواز میکردن 1973 ای پی بی ای ام بود یکیش ای پی بی ای ام بود یکیش ای پی بی ای ال بود یکیش ای پی بی ای ان بود سه تایشون هم پشت سر هم ثبت شده بود ال و ام و ان و ای پی هم که سر جاش بود یادمه که وقتی من اومدم توی ایران و باشگاه فرودگاه آزادی پرواز میکردم دیدم که به جای ای پی رو هواپیماها حرف یورو میزدن یه چیزی میزدن که اون کسی که مسئول هواپیماهای فوق سبک بود در ایران که یک آدم احمقی بود که خوشبختانه در یک پرواز کشته شد این بابا مثلا فکر کرده که نه مثلا مدل هواپیماست کشته بود یو و خب همین باعث میشه که این هواپیما از ایران نتونه اصلا مسافرت کنه چون بخوای کشور دیگه بری کوچیک بودن و بزرگ بودن هواپیما هیچ مسئله نیست ولی اون کلمه شناسایی باید وجود داشته باشه میخواد مثل که پاسپورت بگیری این پاسپورت باید بگی مال کجا هستی ای پی مال ایران وقتی شما میزنی یو یعنی اصلا مال یه کشور دیگر را نمیدونم کجا هستی اون رو دارید استفاده میکنید و این بابا فکر کرده که داره اولترالایت مثلا مدل هواپیما رو مشخص میکنه مدتی طول کشید که این بفهمه و از این گوساله ها در جمهوری اسلامی کلا زیاد بوده و هستن و خواهند بود چون چیز انتخاب خریت روی این چیزی که وارد باشه و تخصص داشته باشه اینا نیست هدف اینه که ببینن کی اصلا خرطره تو جمع اون انتخاب بکنن و اینجوری شد دیگه خود علی خامنه‌ای کلا دوست داره که ملت رو به چالش بکشه ثابت کنه که دیدین که اونی که من گفتم شد اون که بی سوادتر از همه از گذاشتن رئیس جمهور هم شد حرف هم نتونستیم بزنیم و اینجوری دیگه داستانش اینجوری حالا که 330 تا موشکش رفته به اینجا نخورده عصبانیه حالا میخواد توماس صالحی رو اعدام بکنه مطمئنن اگه این موشک ها خورده بود و نتیجه خوبی بار آورده بود دیگه دنبال توماس نمیرفت شاید دنبال روسری دختران نمیرفت چون اون اتفاق افتاده مثل اون هواپیمای اوکراینی که زدن چون اون اتفاقی که فکر میکردن باید بیفته نیفتاده اینا باید میرفتن یه داستان دیگه درست میکردن که جوفی یک مساوی بشن و اون رو درست کرده برها این از این داستان پرژن گالف ما که اینقدر اصرار داریم خلیج همیشه فارس باید معلومه که این پرژیا کجا هست که ما اینقدر اصرار داریم دیگه پرژیایی وجود نداره خودم وقتی رفتیم خط زدیم گفتیم ما نمیخوایم پرژیا باشه میخوایم ایران باشه اینجوری میشه برای اون دوستانی که باز برای بار اول ممکن این ویدیو رو تماشا کنن تا به حال از من این مسئله رو نشنیده باشن و بلافاصله رگای گردنشون میزنه بیرون آقا من کردم پرژیا اسمش کرد نیست پرژیا مثلا مال یه قسمتی نه این اسم ایران ما که ایرانه ایران شامل همه میشه کرد و لور و بلوچ و همه وقتی اسم خارجی میشه یه اسمه این اسم هیچ ربطی به این که مال کدوم منطقه اونا به یه خارجی وقتی میگه پرژیا
کل ایران رو در نظر میگیره، اصلا خبر نداره که پرژیا ممکنه یک استان باشه یا فارس باشه یا هیچ چیز شبیه. بنابراین اینو قاطیش نکنید که مثلا فلان الان اسخال است. این هم اشتباهی است که رضا شاه کرد به خاطر مشاوران بی سوادی مثل اون آقای اینا مؤدب نفیسی بوده، حالا اسمش هم از دانشمند داریم، ما از این دانشمند تقلبی زیاد داریم، که نصیحت غلط، پیشنهاد غلط داده، اون بعد وقت هم اطلاع نداشته بوده بله اجراش بکنیم. از اون برم دیدن آقای نام مثلا اگه ایران باشن با هیتلر میتونن روابط بهتری داشتن، هیتلر هم داشته تازه قدرت میگرفته، هنوز کاری نبوده اون صورت، ولی داشته میمده رو کار. مثلا ایران هم بذاریم با خودمون رو با آریایی ها و اینا یکی بدونیم، که اون کارم نشد و مطمئنا ایران هیتلر ماها رو آریایی نمیدونست، کمان که تو همین امریکاش هم حزب آریان نیشن هست و یکشون مصاحبه میکرد یارو فرید زکریا که گوینده سی ان ان و خودش هم هندی اصله، گفت مثلا منم آریایی هم، یارو گفت نه بابا شما رو که آریایی حساب نمیکنه، منظور ما هم بلوند چشمابیه، خودتو قاطی نکن. از این داستان خوب و خوش باشید.